بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با توفیق پروردگار متعال امروز این هشت آیه آخر سوره نور رو مرور میکنیم. در این آیات به طور وضوح میبینیم که حضرت نوح قوم خودش رو نفرین میکنه و در طی این نفرین هم این قوم با طوفان و باران شدید و آخر هلاک میشه. البته پیامبران نفرین نمی کنن مگر اینکه خداوند اون نفرین رضایت داشته باشه. همطور که قبلا در سوره هود این آیه هست که و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. به نوح وحی شد که دیگه کسی به تو ایمان نخواهد آورد. 950 سال دعوت کرد، یک کمتر از 100 نفر، 50 نفر دیگر کمتر بیشتر، شاید 15 سال یک بار یه نفر مثلا مؤمن شده، البته کمتر زیادتر. بالاخره 950 سال دعوت خیلی مرارت میخواد وقتی که استجابت نمیشه. و اینجا خداوند به حضرت نوح فرمود که دیگه کسی به تو ایمان نمیاره و دنبال آیه هم هست حالا تبتئس به ما کانو یفعلون، از آنچه که کردن میکنند خلاصه دلتنگ نباش. و بعد دستور میاد در آیه بعدی که اصنع الفلک به اعیننا و وحینا، حالا کشتی رو بساز زیر نظر ما و اون گونه که به تو دستور بدیم وحی کنیم که چگونه بسازیم. برای حضرت نوح علیه السلام در میابه که دیگه خداوند اون عذابش رو برای اینها میخواد بیاره. و البته در ابتدای سوره نوح حضرت به اونها گفت، حضرت نوح، که من انی لکم نذیر و مبین، من اومدم که خلاصه به شما آگاهی بدم که شما قومی هستید گناهکار و مگر اینکه شما این سعایی که بعد میاره که انعبد الله بوتا رو بذارید کنار، خدا رو عبادت کنید و تقو کارهای ناشستی که میکنید رو کنار بگذارید و اطیعون از من اطاعت کنید که من به شما بگم چه بکنید، من که پیامبرم. و بهشون در حقیقت خداوند عذابی که خواست 950 سال بعد بیاره روز اول حضرت فرمود، منتها اطاعتش نکردن. پیامبران حتی یعنی اونایی که شفاعت هم میکنن روز قیامت شفاعت نمیکنن اگر خداوند به اون شفاعت رضایت نداشته باشه. و این توسلاتی هم که ما میگیریم به ائمه به پیامبر خودمون، اینها هم که برای رفع گرفتاری، ادای دین یا شفای بیمار حقیقتا واسطه قرار نمیگیرن اگر خداوند رضایت به این که اون مشکل حل بشه برای اون شخص، اگر خدا راضی نباشه اینها دعا رو نمی کنن. بنابراین اینها در حقیقت این بزرگواران به یک جای رسیدن که اراده می کنن و خدا اراده می کنن. حضرت نوح هم نفرینش بر همین منواله، اینجوری نیست که خدا نخواد و اینشون نفرین میکنه. و البته در آیه‌ای که خوندیم دو سایه از آیه 21 22 23 حضرت نوح میفرماید که چرا نفرین میکند، دلیل نفرین رو بیان میفرماید. نمیگوید که اینا مرا آزردن، اینها به من نسبت های ناروا دادن. نمی فرماید که مثلا به من گفتن مجنون و وزدوجه، این آدم جن زده شده، جن در وجودش حلول کرده، بیمارش کرده. بنابراین این چیزایی که میگه وحیه، نه، اینا پریشانگویی از این حرف هست، اینا رو در این آیات نیورده، بلکه آورده که در آیه 21 قال نوح رب انهم عصانی، اینا پیروی از من نکردن، اطاعت من رو نکردن، در حال که در آیه های اول سوره این بود که و تبعون از من اطاعت کنید. اینجا
می‌فرماد که با اینکه در آیات قبل هم گفت خدای شب گفتم به اینها، روز به اینها گفتم، علنی گفتم، خصوصی گفتم، ولی اینجا فرمود که رد به انهم اسانی، اینها از من تبعیت نکردن. و دنبالش فرمود که از کسی تبعیت کردن چه ثروت و قدرت که همون فرزندان اینجا اشاره کرده، این چیزا داشت، از این در حقیقت این نعمتهای تو رو داشت و در راه خسران خودش گرفته بود اون شخص یا حالا اون شخصان. این مرد، این افراد رفتن پیروی کردن از اون کسی که برخوردار بود از این نعمتهای تو، و این نعمتهای تو، نعمت مال و ثروت و فرزند و قدرت و مکنت و تو اون جامعه، او رو به راه باطل کشنده بود، در خسران، زیان. این اولین مطلبی که حضرت نوح میگه چند تا موهد رو میاره بعد نفرین میکنه. و مکر و مکرن کبارا، اونچنان در این راه دعوت من و ابلاغ رسالتی که تو به عهده من گذاشته خدایا، اینها توطئه کردن، خدعه کردن، شایعه های کاذب و دروغ انتشار دادن، هر گونه سنگ اندازی کردن، مردم رو تهدید کردن به من نزدیک نشن. مکر و مکرن کبارا، کبار یعنی خیلی مکر بزرگ. اینم باز مورد بعدش. از همه بدتر آیه بعدیه میگه که وقالو، به همدیه گفتن یا حالا اون سر اونا که سردمدار بودن، وقالو لا تذرن آلهتکم، این معبودانی که حالا بت‌ها یا حج، این معبودانتون رو رها نکنید، ترک نکنید، محکم نگه دارید. این بزرگترین جرمشون بوده دیگه، که اینجا در حقیقت اومده مخصوصا درست بر آیه اول که فرمود ان اعبدوا الله، الله رو عبادت کنید. این عکس بعد از 950 سال این مردم به هم دیگه یا بزرگانشون به اونایی که پیروشون رو کردن گفتن لا تذرن آلهتکم، این معبودان رو رها نکنید. به خصوص پنج بتیه که اینها دیگه بت‌های بوده، شاید در معابد عمومی میگذاشتن، در سر میدون‌ها میذاشتن، اینا هم اسم برده، ولا تدارون ودن ولا سباعن ولا یهوث و یعوب و نصر، این پنج بت. اینا رو هم دست بر ندارید، به عبادتشون همچنان بپردازید. بعد وقت آیه بعدی فرمود که نتیجه این کارایی که در این سه آیه موارد این شد که وقت اضلوا کثیرا، 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 به این طریق گروه کثیر را، یعنی همه مردم را، ولی اینکه چیزی ما نیورد رو زرده کنو، همه رو گمراه کردن. و حالا نفتین حضرت نوح پس را بینید مسائل شخصی به بزرگوار نگفت، اون چیزهایی رو گفت که خیلی گناهان بسیار بزرگی بود و مستحق عذابشون کرد. بعد فرمود بلا تزد ظالمین الا ضلالا، خدایا بر این گروه ظالم، چون کفر این چیزه که داشتن در حقیقت ظلم بود به خودشون، به مردم، به پیامبرشون، جز بر ضلالتشون نیفزا. البته گفتن که بت پرستی، معبودی جز خدا گرفتن، از همون زبان حضرت نوح شروع شده، یعنی قوم نوح این بدعت بد، این شروع بد، این پیشینه بد رو که بعدم اومد تا صدر اسلام و پیامبر بزرگوار اسلام، چقدر مرارت کشیدن تا اونها رو در حقیقت ظاهرش شکستن و باطنش هم از دل و وجود افراد بردن بیرون. البته میگم که این پنج بوتی هم که اینجا اسپورده شده، اینا در حیرت افرادی بودند قبل از حضرت نوح، از فرزندان حضرت آدم. اینا یه آدم خوبی بودند که وقتی که فوت میکردن، مردم برای احترام به اونها، برای بزرگداشتشون، یک پیکره های، یک تندیسی، یک چیزهایی درست میکردن رو قبرشون میذاشتن که از بقیه متمایز باشن و در حقیقت مردم بدونن این قبر فلانیه را بیان احترام کنن، زیارت کنن. اما به مرور زمان، نسل بعد از نسل، دیگه فراموش شده که
کتابت نوشتن و بایوگرافی اینام که نبوده که فراموش شده که اینها مثلا عدل شکل شیری تراشیده بودن و سنگ گذاشته بودن اونجا برای که این شخص مثلا شجاع بوده مرده یا بعض مواقع شکل مجسمه یک زن میذاشتن برای که این شاید خانم بوده مهربان بوده به جامعه کمک کرده یا مجسمه مردی دیگه رو میذاشتن اسب رو میذاشتن از این چیزا به فراخور حال اون کسی که فوت کرده درست میکردن اما مردم که میمدن سر قبر اینها اول چشمشون میفتده به این چیزا و سراغ اینا میرفتن دست به اینها میکشیدن گاهی اینها رو احترام کردن میبوسیدن در آغوش میگرفتن و اونها هم که در راه های دورتر بودن شبیه اینا رو میساختن نگه داشتن برای اینکه در حقیقت نمیتونستن بیشتر بیان در سر این قبر این در جنریشن بعد جنریشن به مرور زمان مقدس میشن این سنگ ها و این پیکره ها و این ها و مردم به اشتباه فکر میکرد دیگه یادشون میرد که این کی بوده کجا خاک بوده و در حقیقت این مربوط به اون میشده خود این ها رو به علت اینکه دوست میداشتن خدایشون رو معبودشون رو کسی که عبادت کنن ببیننش ببینن و لمسش کنن حسش کنن و این در قوم بنی اسرائیل خیلی شدید ظاهر شده بنی اسرائیل با اینکه حضرت موسی علیه السلام این معجزات اونچنانی که همش هم میگفت پروردگار من حضرت موسی اما اینا این معجزات رو دیدن چجوری فرعون رو که میگفت انا رب بکن اعلا خودش در جای خدا قرار داد انا رب بکن اعلا حضرت موسی هم میگفت انا معی ربی مثلا پروردگار من با منه در هر جایی معجزه که اون ساحره رو چگونه تسلیم کرد حضرت موسی به چیز خدا در حقیقت اما اینا رو وقتی آوردشون دم ساحل در حقیقت رود نیل دیدن پشترشون که خب فرعون داره میاد با لشکرش اینا به موسی اعتراض کردن آره گیر انداختی چی شد اینا باز حضرت موسی خدا را یادآورشون بود اینجا باز گفت ان معی ربی خدای من با من کلام اولش آوردن یعنی ابدا به هیچ وجه به هیچ وجه شما در حقیقت مفخور یا دستگیر به وسیله فرعون نمیشید حالا از این رودشان به اون طرف برد همراه خودش بردشون نارا رسیدن به یک گروهی قومی که داشتن بت میپرستیدن به حضرت موسی گفتن اجعل لنا الها کما لهم آلهه یه خدای بر ما درست کن مثل این خدایی که اینا دارن ما معبودی رو برای ما بیر معرفی کن بده بگو ما بپرستیم مثل اینا که اینا دارن یعنی میخواستن ببینن حس کنن همین شد که سامری وقتی که بهشون گفت این گوساله همون خدای موسی است که حضرت موسی در رفته بود به کوه طور گفتن باشه استقبال کردن و اطاعت حضرت هارون هم نکردن و بعدن هم باز به حضرت موسی گفتن ما باید ببینیم تو میگی ما با خدا صحبت من با خدا صحبت میکنم ما این صحبت رو بشنویم و تا اونجا رفتن جلو گفتن ما هرگز به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا رو ببینیم جهرتن کاملا ما خدا رو ببینیم داستان چناره میبینیم عادت کرده بودن به اینکه معبودشون رو ببینن و پیامبران حضرت ابراهیم بت شکن اینا در حقیقت چیزی که مردم میخواستن بفهمونن و میفهموندن این بود که خالق این عالم خدای شما پروردگار شما رب شما بالاتر از اونه که با این چشم در حقیقت مادی و اینها دیده بشه کارشون خیلی سخت بود در زمان پیامبر اکرم اسلام بت پرستی به یک حالت یک انحراف در توحید در اومده چون اینا خودشون رو قریش نسل حضرت ابراهیم میدونستن ابراهیم علیه السلام هم خب میگفتش که بسم الله الذی خلقنی بسم الله الذی خلقنی و یهدی خدای من الذی یطعمنی و یسقی خدایی که من رو سیر میکنه غذا میده و الذی یمیتنی و یحیی در حالی که نمرود و اینها بت پرستا
اون اجسام رو گشتن جلوشون. حالا قریش اهل مکه گفتن ما قبول داریم که الله خالق این عالم هست، این جهان هست، اینو ما قبول داریم. حتی اسم الله رو فرزندانش نمیذاشتن. پدر پیامبر بزرگوار اسلام بود عبدالله. ولی میگفتن که این خداوند که عالم رو خلق کرده، کارها، امور این عالم رو داده به فرشتگان، دست فرشتگانه، فرشته موکل بر باران، مرگ، فرشته های مختلف موکل بر کارهای مختلف. خب کارهای در حقیقت ارتباط ما با فرشتگان باید باشه. ما دیگه با الله که خب جهان رو خلق کرده کاری نداریم، یا ارتباط باشه نمیتونیم برقرار کنیم. فرشتگان بین ما هستند و در حقیقت خدا. یعنی شأن ربوبیت، اون کسی که امور عالم رو تدبیر میکنه، اون کسی که رزق میده در حقیقت، اون کسی که مرگ میده، حیات میده، اینها شؤون ربوبیت پروردگاره. خالقیت خلق داریم و همچنین که خداوند در قرآن فرماد که یا ایها الناس اعبدوا، ای مردم عبادت کنید ربکم. اینجا فرماد رب دومرشون الذی خلقکم، خدایی که شما را خلق کرده. ولی اینها یک انحراف آورده بودن در توحید و در توحید خالق را از رب جدا کرده بودن. و تمام این قرآن هم شما ما هرچی بخونیم می‌بینید که خداوند همیشه فرمود که همه کارها پروردگار شما، رب شما خداونده. اینه که خیلی زحمت کشیده شد پیامبر اسلام، خیلی زحمت کشیدن تا اینکه این تفکر رو آوردن بیرون. یعنی فقط شکستن بت‌ها نبود، این تفکر که بعد نام گفتن خب این بت‌ها هم ما که فرشتگان هم نمی‌بینیم، باز بحث دیدن بود. فرشتگانه که نمیبینیم، پس ما این بت‌ها را که خودمون هم ساختیم واسطه هستن برای ما، بین ما و فرشتگان، فرشتگان هم با خدا، بنابراین ما راز و نیازمون با ایناست، عبادتمون با ایناست، نیازمون رو از اینها میخوایم، هدایامون رو به اینها میدیم، مشکلاتمون رو با اینها مطرح میکنیم. اینقدر جاهل بودم که میگفتم ما خدا رو نمیبینیم، ما مثلا فرشتگان رو نمیبینیم، ما که دوتا چشم داریم نمیبینیم، ولی این مثلا سنگ و چوبی که نه اراده داره، نه شعور داره، نه حرکت داره، هیچی نداره، این میبینه مثلا فرشتگان رو. در هر حال مولوی میگه که چند بت بشکست احمد در جهان، پیامبر اسلام، تا که یا رب گوی گشتند امت. یا رب، کلمه رب، به جای اینکه بگن یا عزا، یا لات، یا منات، یا نمرود، یا فرعون، گفتن تا که یارب بوی گشتن امتا. بعد مولوی میگه که اگه کوشش واقعا پیامبر اسلام نبود، شما مثل اجدادتون الان بت پرست بدید و مدیون این پیامبر بزرگ بدونید. البته بت خب ظاهرم بوده دیگه، الان که ما نمیان که یه سنگ و چوب بشر پیشرفت کرده، ولی بوتهای در درون هم انسان هست، بوتهای نفس که از زمان هم پیامبر اکرم بحثش مفصل برای اصحاب خودشون میفرمودن، هم ائمه هم پیامبر اکرم، بوت نفس مثل نفاق، تکبر، چیده، حرص، حسد، انواعش که اینجا باز مولوی میگه مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن ما رو، یعنی اون بت‌های چوب و سنگ، ما رو هم این بت اژدهاست. بعد میگه اگه میخوای بدونی کجاست، خب تو وجود آدمه، ولی تو وجود شما هست، در حقیقت جاش تو آتش جهنمه. میگه که چهره نفس، نفس یعنی بوت نفس، چهره نفس ار بجویی ای پسر، پسرم میگه که یعنی آدمی که تو این چیزا تو وجود داره، تو دیگه به حد کمال نیستی، ناپخته ای. چهره نفس ار بجویی ای پسر، در دوزخ برو دنبالش. چهره نفس ار بجویی ای پسر، قصه دوزخ بخوان با هفت در.
همه جای دوزخ هر جش بری به جوری این بت نفس که انسان رو ایمانش رو میخوره، ایمان رو آتیش میزنه هستش. در حال لطفی میکنه حضرت نوح و میفرماد که ولا تزد ظالمین الا ظلالا، خدایا ظالمین رو بر ظلالتشون بیفزای. حالا این سوال مطرح میشه، مگه خداوند گمراه میکنه؟ مگه خداوند بر ظلالت میفزاید؟ آره خداوند چیز رو گمراه میکنه که اینجا این آیه هست، این قسمت از آیه. ببینید خداوند همطور که آفتاب رو برای همه قرار داده که هدایت میکنه، گرم میکنه، نور میده، هر چیزی در این طبیعت، هوا، همه در برابر همه هست. هدایت همینطوره، خداوند عقل رو به بشر داده، پیامبران رو هم داده، وحی آسمانی، کتب آسمانی رو هم در اختیار همه هست و اختیار انتخاب هم به انسان داده. اینجا میگه که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کس خواست دیگه، انتخاب با خود شخص. یا مثلا فرمود انا هدینا السبیل، ما راه رو قرار دادیم جلوی شما، اما شاکرن و اما کفر، دیگه با خود اینه که شاکر باشید این راه تی بگیرید برید جلو یا نکنید. منتها اون کسی که راه اختیار میکنه، اون هدایتی که خداوند برای همه قرار داده، اون رو خداوند در همین دنیا پاداش بهش میده، پاداش آخرت جای خودش، پاداش در همین دنیا. و اونه که اون رو موفق میکنه به هدایت بالاتر. مثلا ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن به راه راست. و ما که داریم نماز میخونیم، آدم نماز کن خودش هدایت در راه هدایت. و دیگه اینو میخوایم چیکار؟ این هدایتیه که در حقیقت خداوند اضافه میکنه در اون هدایت انتخابی ما و ما را به مقصد میرسونه در حقیقت. و تو قرآن هم فراونه میفرماد که بلدین احتداو، کسانی که هدایت رو انتخاب میکنن، بلدین احتداو زادت زاده هم خدا، خداوند در هدایت چه میفزاد؟ و آتا هم تقوا هم، آتا هم تقوا، خداوند در عمل هم به اینا توفیق میده. هدایت اگه بگید که ایمان و اعتقاد، تقوا میشه در حقیقت توفیق عمل. فراغونه یا مثلا اصحاب کهف، اینا اصحاب کهف که خب داستانش نمیدونید، اینا خودشون اشراف زادگان بودن، ولی وقتی در دقیانوس کافره و مسیحیت هم یه قرن دو قرن بود پا گرفته بود، حالا اون موقع گرفتار صلیبیت و نمیدونم گرفتار پسر خدا و اینها نبود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اینها از دربار جدا شدن و اومدن رفتن در غار. خداوند اینجا میفرماد که در مورد اصحاب کهف میفرماد به پیامبر خودشون، نحنو ما برای تو داستان اینها رو میگیم. و بعد میفرماد که انهم فتیتون آمنو به ربه، اینها جوانانی به خداوند پیامبر فرستاده، وحی فرستاده، عقل رو داده، اون چیزی که انتخاب نمی‌کنه، اینجا تنبیه میشه، مجازات داره. این غیر از مجازات عالم آخرته، در همین دنیا مجازاته. و اونه که خداوند رهاش میکنه، به حال خودش میذاره، گرگ هایی مثل شیطان، نفس اماره، اونچه که در این عالم جاذبه ها و دوستان بعد، خیلی اینا همه هجوم میارن بهش و در حقیقت بر اون ضلالتی که خودش انتخاب کرده و هدایتی که انتخاب نکرده میره جلو ادامه پیدا میکنه، همون مزید بر اون ضلالت میشه. ولا تزد الظالمین الا ضلالا. و در قرآن هم زیاده آیاتش، ان الذین لا یؤمنون به آیات الله، کسانی که به آیات خدا، نشانهای خدا، پیامبران یکی از بزرگترین نشانهای خدا، مثلا اول باید به اونها ایمان بیارن دیگه. حالا همه چیز در وجود ما، در کره زمین، در آسمان ها، که در همین سوره نوح در چند آیه قبل حضرت نوح علیه السلام به اونها اشاره کرد، اینا که ان الذین لا یؤمنون به آیات الله لا یهدیهم الله، خداوند ما را هدایت نمی کنه.
در حقیقت دیگه کمکشون نمیکنه که برن جلو. بعد نتیجهش این میشه و لهم عذاب علیم. سرانجام کارشون به اون عذاب علیم گرفتار شدن که این قوم نوح هم گرفتار شدن. قرد شد. حالا دیگه خیلی در قرآن هست. لا یهد قوم الفاسق. ان الله لا یهد قوم الظالمین. ان الله لا یهد قوم الكاذبین. کذالک یضل الله الظالمین. کذالک یضل الله الکافرین. اینا هم در قرآن سراب میده. بنابراین بله خداوند بر در حقیقت قوانین الهی، سنت الهی به گونه ای است که اگر کسی راه انحراف در پیش گرفت، راه هدایت رو نپیمود، اون وقت بر ضلالتش افزوده میشه. این اولین نفرین حضرت نوح بود. حضرت نوح در این آیه سه بار نفرین کرده. ولی اولین نفرین که میکنه آیه بعدش میبینیم که خداوند غرق اینا رو، هلاکتش رو میاره. یعنی پیامبرش رو در حقیقت مجال نمیده که حالا همه نفرینش رو بکنه. به مردم مجال نمیده منظورم. بلافاصله در آیه بعد خداوند فرماد که بعد از این نفرین مما خطیئاتهم اغرقوا، در اثر خطاهاشون غرق شدن. خداوند متعال اینجا غرق شدن اینها رو نمیگه ما انتقام گرفتیم، اینا نمیگه گناهانی که کردن عامل غرق اینها خطاهای آنها بود. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا النار داخل آتش شدن. فلم یجدو لهم من دون الله انصارا، و نیافتن یاوری که اینا را از این غرق نجات بده، نیافتن اون بت‌هایی که میپرستیدن الان کمکشون بکنه، نیافتند میگفتن ما صاحب ثروت و فرزند و چیزهایی که یار همین کمک همین، هیچ کدوم اینها نتونست اینها را نجات بده. البته خدا چون این ذلت و عجز رو نشون میده این تیکه آیه، خدا رو استثنا میکنه من دون الله، چون عجز اگر حالا بخواد کلی باشه خدا هم عاجز میشه در حقیقت، ولی خدا رو در این عجز که هیچ کس الان قادر نیست نبود که اینا رو از غرق نجات بده، از هلاکت نجات بده، من دون الله غیر از خدا. خداوند اگر میخواست تنها کسی بود که میتونست اینا رو نجات بده، البته خداوند هم نخواست. در این آیه یک ظرافت هست و اونه که میفرماد که به مخاطیات اقربو غرق شدن فادخلوا نارا، داخل آتش شدن. میشه آدم بره تو آب خنک، آب که نباید توش آتش باشه، ممکنه آب داغ باشه بسوزونه، ولی آب آتش نیست. در حقیقت خداوند دو تا چیز ضد هم اینجا آورده، پهلوی هم آب آتش. اینا چیزای قرآنی که همین هاست که نمیتونن مثل قرآن بیارن و نتونستن بیارن. پر قرآن همش همینطوره، همه جاش همینطوره. و چه قشنگ میفرماد که اقربو میشه عذاب این دنیا، در این دنیا عذابش کشیدن، و ادخلوا النار رفتن اون دنیا، همون لحظه اصلا فاصله نداره، وارد برزخ شدن آتش گرفتشون. بنابراین ببینید چقدر قشنگ خداوند هلاک و چیز اینها رو، عذاب اینها رو هم در این دنیا میگه که غرق شدن هلاک شدن، هم داخل برزخ شدن و گرفتار عذاب برزخ شدن. البته برزخ که میدونید یه انسان وقتی که فوت میکنه اینگه که خدای منو برگردون، ربر جهون منو برگردون به دنیا. کی میگه؟ روح میگه، برای اینکه جسم اینجا هستش. روح میگه ربر جهون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، به امید این که این کاری که نکردم، نمازی که نخوندم، عمل صالحی که از من خواستی ترک کردم، روزه‌ای که کوتاهی کردم، اموالی که از جزو خدا در اموال من قرار داده بود که بدم به مستحقش، مال من نیست و همه این چیزا، ولی بهش میگن پاسخ میاد که کلا، به هیچ وقت چون چیز امکان نداره. این یه حرفیه که این شخص میزنه،
و منبرائهم، حالا دنبال آیه من خبری نمیخونم، منبرائهم برزخون الی یوم یبعثون، در رو جلوی این یا همراه این یا مسلط بر این شخص که فوت کرده برزخ هست تا عالم قیامت. در عالم برزخ هم پس بر اساس همین آیه عذاب هست در عالم برزخ. یکی از مواردی که ثابت میکنه در عالم برزخ عذاب هست، عذاب که باشه تنعم هم هست، همونطور که برای شهدا اون آیات هست زیاده که نپندارید اینهایی که شهید میشن در راه خدا اینها در حقیقت مرده هم، نه اینها در حقیقت رزق دارن پیش خدا رو. در عالم برزخ یه عده‌ای اونا که در دنیا در اوج کمال بودن به ایمان و ارتباط به خدا و در حقیقت یک نقطه تاریک گناه هم تو اعمالشون نیست، به بالاترین مدارج شناخت پروردگار و در حقیقت غرق در عبادت او بودن، پیامبران شاید عصیان ها اینا در عالم برزخ در بهشت برزخی قرار میگیرن. بهشت برزخ تناسب داره با عالم برزخ، بهشت روز قیامت تناسب داره با عالم روز قیامت. ولی شاید برای این بزرگواران که خیلی دیگه حساب ندارن، میزان ندارن، برای اینها شاید بهشت برزخیشون هم شاید مثل همون بهشت آخرتشونه. گروهی دیگه هستن که در این حد نیستن، اما باز هم به مدارج بالا خودشون رسوندن، خیلی بالا، اما در اون کمال کمال نرسیدن، گناه هم نکردن. این ها در عالم برزخ متنعم هم، نعمت بهره میبرن از کارهای دنیایشون، اما در مرتبه پایین تر، اون در بهشت برزخی، این در باقی از باقهای بهشت برزخی یه مقداری پایین تره. و اینها همش آرزو میکنن، دعا میکنن خدایا قیامت رو بیار، چون دلشون میخواد، میدونن که در ورای این برزخ اون چیزی که برایشون در پیش دارن در عالم آخرت بهتر از اینه، آرزو میکنن. یه گروه دیگه هستن، اینها شاید خود ماها، ما این، برای اینکه ماها هم ایمان رو که داریم و اطاعت خداوند هم میکنیم، ولی گناه هم میکنیم، ما گناه خیلی میکنیم، دروغ میگیم، تهمت میزنیم، غیبت میکنیم، همسایه آزاری میکنیم، یه وقت خدا نکرده یه چیزایی در درونمون هست، در نفسمون هم بت‌هایی که بت نفس این چیزا هست. این گروه در عالم برزخ معذبن و باید این گناهان تا روز قیامت پاک کنه اینها رو، تطهیر کنه. هرچه بیشتر گناه کرده باشن بیشتر معذبن، هرچه کمتر گناه کرده باشن زودتر تطهیر میشن. اگر به عالم آخرت رسیدن پاک شده دیگه اونجا عذابی ندارن، میرن برای بهشت. اگر تا پایان دوران برزخ و یوم یبعثون در حقیقت هنوز اینا گناهانی دارن، چون متفاوتن افراد دیگه، و گناهانی رو به عالم آخرت ببرن، اینها اگر شفاعت به فریادشون برسه باز آمرزیده میشن در حقیقت و میرن به بهشت، اگر نه میرن در دوزخ و در دوزخ گرفتارن تا وقتی که باز تطهیر بشن از گناهانی که دارن، یا باز در دوزخ شفاعت شامل حالشون بشه و برن به انشالله به بهشت. یه گروه هم هستن در عالم برزخ شدیداً معذبن، اونهایی که چون این گروه سوم عذابشون عذاب ایمان و عقیده نیست، عذاب عمله. یه گروه عذابشون عذاب ایمان و عقیده و عمله، اونهایی که کافرن، ایمان نمی آورن به هیچ عنوانی. قوم نوح اینا بودن که غرق شدن، امروز هم هست. دانشمندان ما هم که خیلی دانشمندان بزرگی داریم در همه زمینهای مثلا علم فیزیک، شیمی، کهکشان ها، اما همش میگن ما هم چیزی که میبینیم و قبول داریم، برای اون رو نمیتونیم بپذیریم. ما داریم، من حالا اسمشون هم نمیخوام بیارم که اینجا هستم، خیلی رسیدم به جاهای بالا بالایی، ولی حاضر نیستن یا اصلا برایش مهم نیست. اینها، این گروه در عالم برزخ عذاب شدید دارن، عذابی هست که هم از ایمان و عقیده است و هم اگر اعمال نادرستی دارن.
اینا همش آرزو میکنن خدای آق قیامت نیاد، چون میدونن که قیامت بیاد برشون کار که نیستن. یه گروه هم در عالم برزخ بیهوش هم، اصلا از روز اول تا آخر نمیفهمن که در عالم برزخ هم. این ها اونایی هم که در دنیا شاید کودکانی بودن که فوت کردن، یا اونایی که از نعمت عقل خیلی برخوردار نبودن، دیگه خدا میدونه اینا رو در عالم آخرت شاید یک صحنه های امتحانی برایشون پیش میاره، یه دستوراتی بهشون میده، اگر اطاعت کردن معلوم شه اینا در دنیا مطیعان بودن، اگر اونجا نافرمانی کردن معلوم شه که اینا در دنیا آدمای صالحی نبودن، تکلیفشون خدا معلوم میکنه. حالا در آیه بعد نفرین بعدی رو حضرت نوح میکنه و قال نوح رب لا تدر علی الارض من الکافرین دیارا. این دیگه از اون نفرین قبلی سختر، خدای بر روی زمین از کافرین یک نفر رو هم باقی نگذار. بعد دنبال آیه خودش میفرماد که چرا من دارم اینو میگم، انک ان تدرهم، اگر یک نفر از اینا رو هم بگذارید، انک ان تدرهم یذلوا عبادک، این کار بدیه، گمراه کردن مردم بزرگترین گناهه. اینها این کافرین، این آدمایی که ایمان نمی آورن نه به پیامبران تو نه به کتابای آسمانی که الان در اختیار همه هست، اینها یذلوا عبادک، یعنی همون کارشون چی که این ماهواره هایی که میبینید راه انداختن هر روز میخوان نام پیامبر بزرگ اسلام رو یه جوری خدشه‌دار کنن یا به مقدسات اسلام، چون بالاخره اسلام الان یه دینیه که از همه ادیان دیگه حقیقتا با منطق و عقل و فطرت و همه این چیزا از هر جهت جلوه، خرافات و نمیدونم شرک و این چیزایی که اونا دارن اون بقیه دارن نداره. بنابراین یذلوا عبادک، اینا اگر بمونن کافر روی کره زمین بمونه کارش این میشه که بندگان تو گمراه میکنن. و دنبالش هم گفت ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اینها این کفر رو عرض میشید که گناه کفر و فسق و فجور و این چیزا رو به نسل بعد خودش هم انتقال میدن، به فرزندان خودشون میآموزن که اون گونه باشن. و باز میگن میآوردن به خدمت حضرت نوح فرزندانشون رو و میگفتن به ایشون به بچه هاشون که بابا پدران ما به ما گفتن حرف این مرد گوش ندید، به این ایمان نیارید، ما هم نکردیم، اطاعت کردیم از پدران ما، هم به شما داریم میگیم، شما هم به فرزندانتون بگید. این در حقیقت حضرت نوح خودش 950 سال عمر کرد، مردم بقیه مردم ممکنه 300 سال 500 سال، چند جنریشن چند نسل دیده حضرت نوح میدونه که خیلی 950 سال کم نیست که کسی بتونه 50 نفر کمتر، آخه کشتی حضرت نوح آخه چقدر بوده که چه جمعیتی هم میشه میتونه جا بده. برحال میفرماد که خدایا از روی زمین همه کار نسل کافرین رو برانداز، چرا که مردم رو گمراه میکنن، چرا اینکه نسل بعدی اینها هم باز انسانهای فاجر و کفار، کفار ناسپاس کافر پیشه. و در آیه آخر حضرت نوح هم دعا میکنه هم نفریه. یا آیه آخر عجب آیه ایسی، فرماد رد اغفر لی، خدای من رو ببخش. یه پیامبری که واقعا 950 سال ایستاده رو پاشه، خیلی سخت، خیلی سخت، و شب و روز در آیات قبلی شب و روز تلاش کرده، حالا طلبکار خودش نمیدونه از خدا، اول تو این دعاهایی که داره میکنه تو این آیه آده اول خودش خدای من ببخش، ترک اولایی، شاید تو هنوز من راضی نیست از کار من. بعد اول خودش، البته این خصلت همه پیامبران بوده، حضرت ابراهیم که خودش انا اول المسلمین، کاری که برای ذبح اسماعیل کرد نمازخون بود، اهل صلات بود، وقتی دعا میکنه که خدای ذریه من رو از نمازگزاران قرار بده اول خودش میگه رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی،
یا مثلا حضرت موسی علیه السلام وقتی که عصبانی میشه از حضرت برادرش هارون در حادثه در اون کار گرایش به سامری خیلی عظیم بوده، چون حضرت موسی چه کرد از روز اول تا اومد تو دربار فرعون اینا رو نجات داد، پسرانشون رو میکشتن، دخترانشون رو به خدمت میگرفتن، بعد نجاتشون داد از رود نیل. چه معجزاتی، مگه دقت کنید یه تیکه چوب پرنده بزنه به دریا، دریا باشه هی بگه این رب منه این کارو میکنه، خدای منه، خدای منه. حالا اینا اومدن یه گوساله ای رو گفتن خدای موسی است، اینا گرفتن عبادت کردن. بنابراین اینجا حضرت موسی علیه السلام وقتی متوجه شد و خشمش کم فرو نشد، فرمود رب اغفر لی، خدای خودمون بیا. یعنی تو این جمعیت اونجا از موسی بهتر چیزی نبوده، که چه اونایی که در حقیقت مشرک شدن، کافر شدن، چه خودش برادرش، اول میگه رب اغفر لی ولی والدی ولی اخی ولی برادر من و ادخلنا فی رحمت ما رو دو اخیل رحمت بود. بنابراین اینجا حضرت نوح اول به خودش دعا میکنه و میگه رب اغفر لی ولی والدی، حق پدر مادر را هم بیاد میاره، ولی من داخل بیتی مؤمنم و هر کسی که مؤمن داخل خانه من میشه، و بعدم ولی مؤمنین و المؤمنات، همه مؤمنین و مؤمنات در طول تاریخ، بعدم میگه ولا تزد والمین الا تبارا، خدایا باز بر ظالمین و ریشه همه ظالمین را بکن، تبار و هستی همه ظالمین را، که ظلم بعد از کفر دیگه، ظلم ناشه از کفر، فساد، فسق، فجور، همه این چیزا از انحراف در توحیده. تو این آیه یک کلمه که واقعا حالا خود من را متحیر کرده اینه که حضرت نوح بفرماد ولی من دخل بیتی هم مؤمنن، کسی که داخل خانه من میاد مؤمن. ببینید بعضی گفتن که منظور کشتیه، ولی هر جا این قرآن شما میخونی از نوح صحبت میکنه، از غرق صحبت میکنه، همه جا میگه فولک، ولی اینجا توی آیه حضرت نوح گردی من دخل بیتیه، میچیز که میاد تو خونه من. خونه حضرت نوح کجاست؟ چی بوده؟ شما در زیارت امام علی علیه السلام یکی از زیارتشون سلام به امام علی میدی و میگی که و به زجیعه که آدم و نوح و دو همجوار تو حضرت آدم و نوح. حضرت نوح در همین کوفه، در همین مسجد کوفه مستقر بوده، این طوفان ایران در همونجا بوده، خانه حضرت نوح میگن مسجد کوفه است. حالا شما ببینید اون مؤمنی که امیر مؤمنانم بوده، پیامبر بزرگ اسلام، ستاره اسلام رو در مدینه قرار دادن، خلفای بعدشون هم در مدینه بودن، حالا اینجی چجوری میشه که امیرالمومنین علی علیه السلام میاد از مدینه حکومتش رو هم در بیر دخانه حضرت نوح در اونجا قرار میده؟ ببینید دعای 5 میلیون سال از زمان حضرت علی علیه السلام به قبل میشه نوح، 5.5 هزار سال، 5.5 هزار سال قبل حضرت نوح حقانیت امام علی رو با این کلمه، این فقط در قرآن همینجا هست، به من دخل بیتی مؤمنان، و امام علی علیه السلام در این مسجد در خانه نوح اومد حکومت در همینجا قضاوت کرد. بعضی از این قضاوت های خیلی شاخص امام علی تو همین مسجد کوفه، در همینجا بعضی از این خطبه های نهج البلاغه که جناب آقای جمشیدی برای ما میخونن هر بار در همین مسجد، در همین مسجد نماز خوندن، در همین مسجد شش، در همین خانه حضرت نوح شهید شدن، در همین مسجد فرق مبارکش شکافته شد. و عجیبه آیه منش میگه ولا تزد ظالمین الا تبارا، از ظلم میاره جلو، از ظلم، ظلم ها گذاش پرمیشه است که میاد توی خونه، ظلمی که به این بزرگوار در حقیقت وارد شد. یعنی هم دعا کرد حضرت نوح به این بزرگوار و هم دعنت کرده اون کسانی که ظلم میکنن، حالا ظلم شاخصش به امامانی و به طور کلی صلوات برسید. اللهم صل علی محمد.